اینه که میخوام امروز در رابطه با میزان وابستگی دولت و سیاست مداران بلژیک به رفیق پوتین صحبت کنم همونطور که در جریان هستین چند روز پیش دولت روسیه یک صد و نیروگاه رو نیروگاه آبی رو منفجر کرد که باعث سیل شد خیلی از اوکراینی ها بی خانمان شدن علاوه بر اینی که تلفات جانی داشت خیلی ها جونشون رو در این سیل از دست دادن تلفات غیر انسانی هم داشت منابع طبیعی و خیلی از حیوانات تلف شدن یعنی نکته بعدی هم اینه که خیلی از مینه هایی که روسیه توی زمین کارگزاری کرده بود به خاطر این سیل از زمین در اومده و همراه سیل داره در کشور حرکت میکنه و باز هم تلفات داره میگیره میزان وابستگی دولت بلژیک در این حده که چند روز قبل از این حرکت میدونین که در یکی از روستاهای مرزی روسیه چندین حرکت نظامی انجام شد یک گروه روس بودند که مخالف پوتین بودند و چندین حرکت نظامی انجام دادند در این حرکات نظامی یک سلاحی استفاده شده بود که رو روسیه گفتش که این سلاح سلاح بلژیکی هستش. آقای نخست وزیر اومد گفتش که من با رئیس جمهور اوکراین تماس میگیرم ببینم این سلاح ها چطور به دست مخالفین روسیه رسیده. اگر این کار رو انجام بدن ما دیگه حمایت نمی‌کنیم و سلاح نمیفرستیم از بلژیک به روسیه. سیاست جای آدم هاییه که فقط حرف نزنن قمپوز در نکنن باید عمل کنن شما به عنوان نخست وزیر بلژیک هیچ کاری نکردی فقط حرف زدی به عنوان کسی که اتحادیه اروپا در اون کشوره یکی از کسانی بودی که جزو نفرات آخری بودی که رفتی بلژیک دیدار کردی شما زنگ زدی صحبت کنی بپرسی که چطور این سلاح به دست مخالفان پوتین رسیده خب بیا من هم یک بلژیکی من هم حق دارم از نخست وزیرم سوال کنم آقای دکورو شما و کشورتون قانونن میتونین در دادگاه های بین المللی به خاطر نقض حقوق بشر پیگیر باشیم ما و شما رو محکوم کنیم چرا به خاطر اینی که هایی که شما تولید می‌کنین به دست طالبان میرسه به دست جمهوری اسلامی هم میرسه چطور به دست اینها رسیده اینا رو جواب بده شما مگه نخست وزیر کشور نیستی مسئولی دیگه شما جواب بده چجوری به دست اینا رسیده چطور این همه آدم بیگناه در ایران و یا افغانستان دارن کشته میشن با سلاح‌های شما چرا سفارت روسیه در بروکسل باید گارد 24 ساعته داشته باشه من شهروند بلژیکی برای چی باید پول بدم که چند تا پلیس 24 ساعته از یه مش تروریست در سفارت حمایت کنن و گارد امنیتی اونجا باشه برای چی در چند صد متری اطراف سفارت روسیه در بروکسل شبکه اینترنتی و موبایل ها کار نمیکنه شما بیا اینا رو بررسی کن جواب بده سال مسخره چیه که من زنگ زدم که از رئیس جمهور اوکراین این همچین قضیه ای رو بپرس، بپرسم یا اینی که میزان وابستگی شما در این حده که حتی مطبوعات شما هم دارن مزخرف میگن یک پروفسور تاریخ شناس اومده در یکی از روزنامه های پرمخاطب بلژیک برگشته گفته که من فکر نمی کنم روسیه این رو این صد رو منفجرش کرده من حتی فکر می کنم اوکراین هم این کار رو انجام نداده بلکه صد خودش خراب شده این یعنی چی؟ بعد دلیل ایشون رو نگاه کنم اولا شما تاریخ شناسی اگه حرف نزنی کسی نمیگه بهت لالی چه ربطی داره میای راجبه به یه دونه صد صحبت میکنی بعد تاریخ شناسید صحبتی که کردی تیتری که زده شده خیلی معنی میده میگه که روسیه این کارو نکرده بعد در ادامه صحبت هات میگی صد خودش خراب شده که البته دلیل اینیه که سال 2022 روسیه بخشی از اون صد رو منفجر کرده خب پس این یعنی اگر هم چند روز پیش روسیه منفجرش نکرده خودش خراب شده به خاطر انفجارهایی که سال قبل روسیه اونجا انجام داده زده صد رو منفجر کرده یک بخشیش رو آسیب دیده یعنی چی این حرفایی که میزنین این حرفایی که تو روزنامه میزنین حرفایی که شما نخست وزیری میای میزنی اصلا مایه شرمین شما زودتر استفا بدین برین باور کنین نخواستیم آقا این دولتتون رو